سلام به همگی، حالتون چطوره؟ سارا آذر هستم، با آشپزخونه من دوباره خوش اومدین. امروز میخوام براتون یک غذای آلمانی درست کنم، اسمش کنودل. خب بریم با هم دیگه کنودل درست کنیم. یه آبو توی قابلمه میریزین، نمک بهش اضافه میکنین، سیب زمینی رو اضافه میکنین. خب این از سیب زمینی همون، اجازه میدیم سیب زمینی همون آپز بشه. خب حالا توی این فاصله نونا رو خرد میکنیم تا سرخشون کنیم، خرد بشن. خب میخوایم نونا رو مکعبی کوچولو خرد کنیم. و هر دسته رو اینوری کنیم. ببینید قراره اینطوری بشه. کره که خوب ذوب شد، حالا بیریم سراغ نونامون. نونا رو میریزیم کتابمون. خب انقدر کره اضافه میکنم تا کره اینجا اضافه بمونه. خب نونمون آماده است. ببینیم چقدر پخته. بله سیب زمینی ما آماده است. حالا بعد از اینکه یکم سیب زمینی ها سرد که نه از اون داغی در اومد، سیب زمینی ها رو میکوبیم. خب یه تخمی ها اینم تخمی ها بعدی. خب دو تا تخم مرغ رو اضافه کردیم، نمک و فلفل هم به اندازه که لازمه. حالا همه اینا رو مخلوط میکنیم با هم دیگه. آرد ذرتمون رو اضافه میکنیم. نوبت آماده کردن سیب زمینی قلقلی مونه. خب سیب زمینی رو قلقلی میکنین، اینجوری گردش میکنین. یه انگشت یه فضایی رو اینجوری گرد ایجاد میکنین. از اون نونای توستی که درست کرده بودیم دو تا یا سه تا میذاریم اون لابلا و این رو میبندیم.
الان آب جوشه. ما این سیب زمینی قلقلیامون رو میذاریم توی آب. خب ما اجازه میدیم که سیب زمینیمون برای 20 دقیقه روی شعله متوسط پخته بشه. خیلی داغه. حس کنم که شما هم ببینید. خب این شکلیه داخلش. این داخلش که اون رو گذاشتیم. این هم که این قسمت دیگه که برش دادیم. خب حالا وقت خوردن. لکا. خب اول سیب زمینیش ترجیح میدم. خب یه ذرم تو این کره و جعفری غلطش میدیم. نوشه جون گوتن اپتیت. خیلی خوشمزه است. من خیلی خوشم میاد از غذاهای اینطوری. چون خب خوب مم. مم.